ببینید، یه نکته جالب، من البته اینا که میگم امیدوارم که توجه داشته باشید به خیلی از ملاحظاتی که فرصت نیست بگم، یعنی خیلی از احتیاط ها و خیلی از نکته هایی که امیدوارم شما مطالعه بیشتر بکنین و بهش توجه کنین. ولی اگر نگاه بکنین، این ایران که در محاصره دشمنان خارجی هست، یعنی خودش و دست کم خودش رو در محاصره دشمنان خارجی مینه، کمابیش 400 سال بعد که الان هست، کمابیش هم باز همین وضعیت رو داره. یعنی ایران درسته که حالا این نقشه وسط، این نقطه چین ها، این نقشه ایران امروزه، ما اینها رو در حقیقت این بخش مثلا شرقی و غربی و شمال شرقی و شمال غربی، اینا رو ما از دست دادیم. ما اون طرف خلیج فارس هم مال ایران بوده، اینا همه از دست رفته تا این 400 سال به دلیل جنگ ها و کشمکش ها و معاهده هایی که انجام شده، اینا از دست دادیم. ولی کما بیش ما در احاطه کشورها و قدرت هایی هستیم که با ما تضاد منافع سیاسی و اقتصادی دارن، و حتی در جمهوری اسلامی هم میبینیم که جمهوری اسلامی دور تا دورش کمابیش هیچ کشور دوستی نداره. اینا حالا خیلی مهم هست، بعدم بهش برمیگردم. خب این دول، این ایرانی که درست شد، طبیعتاً خارجی ها در تشکیل این ایران خیلی نقش داشتن و همیشه هم همینطور هست، یعنی همیشه در همه جای دنیا مجموعی از عوامل درونی و بیرونی هست که حوادث بزرگ رو شکل میده بهشون. دولت عثمانی در پی توسعه طلبی بود و این توسعه طلبی دولت عثمانی یک نگرانی عمده بود برای اغلب دولت های اروپایی. بنابراین دولت های اروپایی با دولت ایران اشتراک منافع داشتند در ائتلاف علیه دولت عثمانی. این خیلی نکته مهمی است که از 400 سال پیش تا امروز هویت سیاسی ایران در تمایز و تضاد با منافع مهمترین قدرت ها در جهان اسلام شکل گرفته. یعنی درسته که ما مسلمانیم، بسیار خوب مسلمان هستیم، اما چون ایرانی هستیم، هویت ما به عنوان ایران از نظر سیاسی، هویت ایران در تضاد با منافع قدرت‌های بزرگ اسلامی در 400 سال پیش دولت عثمانی و امروز اگر نگاه بکنید مثلا عربستان سعودی، ترکیه و کشورهای دیگه تعریف شده. یعنی ایران ایران شده به بهای یک روی تعریف کردن خودش در تقابل با جهان اسلام، و این بسیار مهمه. به همین دلیل هم هست که تشیع یک مسئله دینی نیست در ایران فقط، بلکه یک مسئله سیاسی است، چون تبدیل شده به ایدئولوژی دولت از 400 سال پیش. چون تبدیل شده به ایدئولوژی دولت، در تعریف ایرانی بودن و در تعریف ناسیونالیسم ایرانی یک عامل مهم هست. حالا اگر شما مثلا در مورد ناسیونالیسم ترکی، یعنی ترکیه، بخونید، اونم جالبه، یعنی اون هم خیلی به اصطلاح جالب که مثلا دین چه نقشی بازی کرده در شکل دادن به ناسیونالیسم مدرن. ولی در ایران از 400 سال پیش تا الان در تعریف ایرانی بودن و در معنا دادن به ایرانی بودن، تشیع یک ستون نگهدارنده بوده. خب در حقیقت ایران نفعش این بوده که با قدرت‌هایی که خارج از ایران هستند پیمان ببنده علیه قدرت‌هایی که در داخل منطقه هستند. یعنی که ما برای حفظ خودمون، برای نگه داشتن قدرت، علیه همسایه‌هامون، ازبک‌ها، روس‌ها، انگلیس‌ها، نمی‌دونم ترک‌ها، ما بعد با متحدانی خارج از این منطقه پیدا میکردیم، چون در داخل این منطقه ما همش محاصره این دشمنا بودیم، بعد میرفتیم از خارج در حقیقت متحد پیدا میکردیم، و این سیاست خارجی ما رو و نگاه ما رو به دنیا خیلی خیلی پیچیده کرده و درش نقش بازی کرده. یکی از نخستین نامه های مثلا یک پادشاه ایرانی به یک پادشاه یا امپراتور رومی یا اروپایی، نامه شاه اسماعیل اول هست به کارل پنجم امپراتور روم، که در اونجا فرصت نداریم من بخونم این رو، در اونجا اینجا در این اسلاید ها هست،
مثلا خیلی صریح میگه که بیایید ما با هم متحد بشیم علیه خلافت عثمانی و علیه امپراتوری عثمانی. این امپراتوری عثمانی خیلی، خلافت عثمانی خیلی، اینا آدم های بدی هستن و اینا خیلی خطرناکن، ما باید علیه، یعنی شاه اسماعیل مسلمان که حالا شیعه رو تبدیل کرده به ایدئولوژی رسمی دولت، این با اجنبی ها، چون در اصطلاح فقهی که بعد وارد سیاسی شده اجنبی یعنی کافر، ما به مسلمون نمیگیم اجنبی، یعنی ولو اینکه مسلمون از مذهب ما نباشه یا مال کشور ما نباشه، یعنی مثلا به یک عرب سنی، به یک ترک سنی نمیگیم اجنبی، چون ما هر کدوم عضو امت اسلام هستیم. کسی که خارج از امت اسلام هست از نظر فقهی هم یکی از معانی مهم اجنبی همین هست. این مسئله اجنبی خیلی جالب هست به خاطر اینکه ما در حقیقت این اروپایی ها هستن که به نوعی به ما کمک میکنن که توازن قدرت رو در منطقه ایجاد بکنیم، ولی این رابطه با اروپایی ها خیلی پیچیده شکل میگیره. یعنی از یک طرف خب تجربه مسلمان ها با اروپایی ها خیلی فرق میکنه، اروپایی ها میرن جاهای مختلف دنیا و مخصوصا در جهان اسلام و به مفهوم فیزیکی کلمه اونجا رو استعمار میکنن، یعنی میرن سرزمین ها رو میگیرن با نیروی نظامی، میرن بر اونجا مسلط میشن. در مورد ایران این اتفاق نمیفته، اما گرچه در مورد ایران این اتفاق نمیفته ولی از همون آغاز، یعنی از همون 400 سال پیش، اروپایی ها با ایرانی ها رابطه شون دوگانه بوده، یعنی خیلی جاها ائتلاف کردن، به ایرانی ها کمک کردن که توازن قوا رو نگه داره و خیلی جاها در حقیقت با زورگویی به اصطلاح امتیازاتی گرفتن به نفع خودشون یا با ایران حتی وارد جنگ شدن. خب این به ما یک احساس یا یک حس بسیار تناقض آمیزی نسبت به اجنبی اروپایی یا غربی داده. میخوام این نکته که میخوام بهتون بگم اینه که مسائلی که ما امروزه باهاش مواجه هستیم اینا مسائل امروز به وجود نیامده، در حقیقت به عبارت دیگه مسائل تاریخ معاصر لزوما معاصر نیستن، بسیاری از اینها تاریخی هن، بینا در حافظه جمعی میمونه، اینها تبدیل میشه به یک نرم و رفتار و عادت و نوع نگرش. فرهنگ یعنی همین دیگه، فرهنگ یعنی اون چیزایی که یک شبه به وجود نمیاد و در طول تاریخ مثل تصور بکنید مثل شکلی که سنگ‌های کف رودخونه می‌گیرن، بعد سال‌ها آب میاد روی این صخره‌های بزرگ، بعد میشوره اینا رو شیپش میده یا شکلش میده. فرهنگ این چنین هست. از یک طرف شما می‌بینید که مثلا شاه اسماعیل صفوی چجوری به کارل پنجم میگه که بیا ائتلاف کنیم علیه عثمانی‌ها، و بعد از طرف دیگه وقتی که در جنگ‌های ایران و روس، ایران به شکل خیلی بدی از روس‌ها شکست می‌خوره در زمان قاجار و مجبور میشه اون معاهده به اصطلاح گلستان و ترکمنچای اینا رو امضا بکنه و بخشی از سرزمین‌هاش رو از دست بده، یک حس حقارت شدیدی دولت مردان ایرانی ها، ایرانی ها به طور کلی بهشون به دست به اونها دست میده و در حقیقت یه جوری شوک میشن و میفهمن که چقدر از دنیا عقب هستن، چقدر با ابزارالات بسیار بسیار عقب مونده و ابتدایی به نبرد با چه لشکر مجهزی رفتن، و در حقیقت این حس مرعوب شدن در برابر جهان خارج. یکی از فرستادگان ناپلئون وقتی که میاد به دیدن عباس میرزا، ظاهرا نقل کرده در کتابش که عباس میرزا به او این رو گفته که نمیدانم این قدرتی که شما اروپایی ها رو بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن قوای عقلیه متبهرید و حالان که ما در جهل و شغب قوتور و به ندرت آتی را در نظر میگیریم، مگر جمعیت و حاصل خیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟
یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما میتابد، تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست، یا خدایی که مراهمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است، خواست شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی حرف بزن، بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هشدار نمایم. این حرف عباس میرزاست که از نظر دانش و تدبیر و خرد از سرآمدان نخبگان قاجار بوده، و ببینید که چه احساس استیصالی داره در برابر اروپایی ها و عقب موندگی ما ایرانی ها. و این ما رو میرسونه به یک بحث دیگر، که یک مسئله مهمی در فرهنگ سیاسی ما که بازم فرصت نیست ما بهش بپردازیم، این ذهنیت دوگانه اندیشی که ما داریم در جریان ناکامی های تاریخی تقویت میشه. ببینید شما توی عناصر فرهنگ 100 سال گذشتهتون ممکنه 100 تا عنصر داشته باشید. حوادثی که در 100 سال گذشته به وجود اومده میتونن بعضی از این عنصرها رو تقویت کنن، بعضی از این عنصرها رو تضعیف کنن، یا از این که تبدیل به بالفعل بشن جلوگیری کنن، یه جوری اونها رو خاموش و فریز شده و یخ زده نگه دارن. حوادث دیگه اونا حوادثن، بخشش ارادی و اختیاری و طبق نقش و عملیات انسان‌ها به وجود میاد و بخششون اتفاقیه. در ذهنیت ایرانی وقتی ما میگیم ایرانی، یعنی اساطیر ایرانی، مفاهیمی که در حقیقت از روزگاران بسیار دور در این بخش از خاورمیانه به وجود اومده، آدم‌های بزرگی که ظهور کردن، پیروان زیادی که پیدا کردن، قصه هایی که مردم برای همدیگه گفتن، فرهنگ فولکلور، ترانه هایی که برای هم ساختن، شکلی که جهان رو میدیدن، در این نگرش اساطیری خاص ایرانی که یکی از به اصطلاح قلمروهای اساطیری بسیار متمایز هست، ذهنیت دوگانه اندیش یا دوپاره اندیش بسیار بسیار کلیدی است. اساساً این که ما یک جهان تقسیم میشه به یک نیمه اهورایی و یک نیمه اهریمنی، این خب تولد این فکر در ایران اتفاق افتاده، یعنی ایران زمین. بعد ما هم زرتشت رو داریم، بعد این جدال مداوم خوبی و بدی، تاریکی و روشنی، و در حقیقت یک جهان از آغاز تا پایان پیکار حق و باطل و پیکار روشنایی و تاریکی است، و در حقیقت قرارم هست که در نهایت این روشنایی پیروز بشه در آخر زمان. یعنی تفکر دوگانه اندیش و ثنوی در اساس خودش یک تفکر اپوکالیپتیک آخرالزمانی هست. به عبارت دیگه ایران زادگاه تفکر آخرالزمانی است، و میبینید که دین ایرانی‌ها تغییر کرده ولی اون بنمایه‌ها و اون ساختار تغییر نکرده. یعنی ما این تفکر آخرالزمانی رو بعد از این هم که مسلمان شدیم و بعد از این که ایران اکثریت شیعه شده، باز اینو با در چارچوب مفاهیم و زبان اسلامی و شیعی اینو باز تولید کردیم. در حقیقت من وارد این بحث زیاد نمیشم، ولی به هر حال امیدوارم که این اسلاید ها یک مقداری کمک کنن. ولی این نگرش دوپاره اندیش یا دوگانه اندیش یا ثنوی، دوست دشمن خودی اجنبی، این یک گفتمان ایدئولوژیکی درست میکنه که چهار ضلع داره. در این مربع گفتمان ایدئولوژیک شما به اصطلاح این جامعه یا هویت بر خوبیای خودش خیلی تاکید میکنه و در عوض بر بدیهای دیگران خیلی تاکید میکنه، و از اون طرف خوبیای خودش رو سعی میکنه خیلی برجسته کنه، یا اینکه خوبیایی به خودش نسبت بده که نداره و از اون طرف بدیهای دیگران رو برجسته بکنه و اونها رو، یا بدیهایی رو به اونها نسبت بده. خب این عناصر در اون ذهنیت اسطوره‌ای ایرانی هست که حالا من گفتم در
ادیانی که بعداً اومدن اسلام و حالا ورژن‌های مختلف حتی مثلا عرفان و تصوف و اینا همینجور میشه نشون داد رد پای این افکار. ولی یک چیز خیلی مهم اینه که ما جز در یک دوره‌هایی که خب دوره‌های درخشانی بودن از نظر سیاسی یا تمدنی در ایران، مثل خود عصر صفویه، خب از نظر اقتصادی، از نظر هنری، از نظر فکری از دوره‌های درخشان ایران به شمار میره، یا فرض کنید نیشابور و خراسان در قرن چهارم و پنجم و تا قرن ششم و حمله مغول، یکی از مراکز و کانون‌های مهم تمدن بشری است و نه فقط تمدن ایرانی و اسلامی. ولی اینها مثل اگر شما در تاریخ مثلا 1500 سال نگاه بکنید، اینها مثل شهاب‌هایی هستند که در یک آسمان تاریک اومدن و از بین رفتن و در عوض اون سقوط‌ها یا شکست‌ها یا جراحت‌های عمیقی که این ملت یا این سرزمین در این حداقل در این فاصله تاریخی داشته بسیار بسیار تلخ بوده و بر خاطرش خیلی تأثیر ژرفی گذاشته. فردوسی که به اصطلاح یکی از مهمترین کسانی است که در تعریف و بازسازی هویت ایرانی نقش داشته، شما این تلخی رو در فردوسی میبینید که میگه که بعد از فردوسی چند تا دو سه قرن بعد از سه چهار قرن بعد از حمله اعراب هست که بعد از به اصطلاح دو قرن سکوت ظهور میکنه و سعی میکنه که اون یک جهان ایرانی رو که در معرض زوال هست بازسازی بکنه. نمیتونه تلخی خودش رو از این پادکست پنهان میکنه. چپ و راست هر سو بتابم همی، سر و پای گیتی نیابم همی. یکی بد کند نیک پیش آیدش، جهان بنده و بخت خیش آیدش. یکی جز به نیکی زمین نسپرد، همی از نژندی فرو پژمرد. یعنی که حالا توضیح میدم برای فردوسی که باز این ذهنیت دوگانه اندیش در فردوسی خیلی آشکار هست که آدم ها رو تقسیم میکنه به ایرانی و انیرانی و طبیعتا بیشتر خوبی ها مال ایرانی هاست، بیشتر بدی ها هم مال انیرانی هاست. ولی میگه که تقدیر، در حقیقت اینجا اندیشه تقدیرگرایی خیلی ظاهر هست که میگه خیلی برای من سرگردان کننده است، حیرت آوره که یکی بدی میکنه و کلی خوبی گیرش میاد، طبیعتا احتمالا عرب ها رو میگه، و جهان بنده اون میشه، و یکی هم مثل ما ایرانی ها جز نیکی نمیکنه ولی در وضعیت اسفباری قرار میگیره. حافظ هم بعد از حمله مغول هست که بازی جورایی شاید بشه حد زد و احتمال داد که این تلخی درش دیدنیست. میگه از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی. و خب حمله مغول میاد و همه چیز رو از بین میبره و دوباره تو این فاصله دو قرن بعد از حمله مغول تا عهد صفوی خیلی این تلاش ها ایرانی ها حالا به شکل متفاوت در زمین های مختلف هست برای به نوعی تجدید حیات و بازسازی خودشون.